48 ساعت پس از فوران ناگهانی یک آتشفشان در ژاپن، عملیات امداد از سر گرفته شد. بیش از 500 نفر از نیروهای پلیس و ارتش آتشنشان در تلاشند آنهایی را که در اطراف قله کوه اونتاکه گرفتار شدند نجات دهند و سپس اجساد 27 قربانی این حادثه را به پایین کوه منتقل کنند. تا این لحظه جسد تنها 4 تن معاینه و مرگ آنها به طور رسمی تایید شده است. گزارش شده است که دست کم 200 کوهنورد از این حادثه جان سالم به در بردند، ولی 40 تن زخمی شدند. آتش فشان اونتاکه که در 200 کیلومتری غرب توکیو واقع است، روز شنبه ناگهان فعال شد. آخرین باری که این آتش فشان با چنین شدت و حدتی فوران کرد به سال 1979 باز می گردد. به گفته یک کارشناسان ژاپنی، فعل و انفعالات درونی کوه اونتاکه در یک ماه اخیر آنقدرها مشخص و ملموس نبوده که امکان پیشبینی زمان دقیق فوران آتش فشان را ممکن سازد.